درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین هزار سال قبل از اینکه خدای محمد به او گفت بخون و او گفت خواندن نمیدونم کوروش بزرگ منشور حقوق بشر رو نگاشت شاه شاهان کوروش بزرگ اگرچه مقبرش شفا بخش نیست ولی به شدت شرافت بخشه آرامگاه پادشاه جهان بدون ذره طلا زیبا و پایدار تا ابد هفته آبان روز ایران روز کورش بزرگ رو به شما و تمپرستان ملیگرای عزیز تبریک میگم در همین ارتباط آیا میدونستید که شانشا آریامر در تمام کشور سهام خریده از مترو سوئد تا بنز و آودی و غیره و حتی 35 درصد سهام بورس آمریکا یعنی در تمام دنیا زمین و ملک و املاک داریم و شانشه آریا مهر اینا رو ملی کرده که با شورش پنجاه و تغییر نوع حکومت همه بایکوت شده که اگر برگردیم به پهلوی میتونیم با سود پس بگیریم شاید حالا برای یک سری از دوستان همانطور که در کامنت ها دیده بودم سوال بشه که چرا اصرار داریم به پرچم شیر و خورشید که چطور باعث برگشتن ثروتمون میشه این مطلب رو کاملا ساده میگم ببین دوست من باید بدونیم که اروپا به جز بریتانیا و آمریکا حتی روسیه خواستار تجزیه ایرانمونن چرا چون قراردادهای بلوک شده به بهانه رژیم حاضر با تجزیه ملغا میشه و پول ها به جیب کشوران طرف قرارداد ریخته میشه پرچم شیر و خورشید زامن تمامیت ارزی و عدم تجزیه ایرانمون و زامن بازگشت به تاریخ و تمدن یعنی ایران پادشاهی پادشاه این پرچم هم در قید حیات رضا دوم پس با بازگشت پرچم و پادشاهی و حفظ تمامیت ارزی و از بین رفتن تهدید حاصل از وجود رژیم این قراردادها از حالت بلوک در میاد و میشه سودهاش رو دریافت کرد و طرف مقابل هم باید به تعهداتش عمل کنه با وجود این پرچم و این رژیم بهانه برای تحریم و بلوک وجود داره و بدون پرچم شیر و خورشید تمامیت ارزی از بین خواهد رفت در ضمن بهترین سلاح برای حفظ جزایر پرچمه و حالا هرچی به لحظات مرگ این رژیم کسیف داریم نزدیکتر میشیم به همون میزان هم چهره عوامل پیدا و پنهان رژیم در هر جایگاهی برای مردممون خوشبختانه داره آشکار میشه و این دقیقا خواسته میهم پرستان برای فردای ایران آزاده تا این خائنین به وطن در نظام پادشاهی پهلوی جایگاهی برای جولان دادن نداشته باشند. یکی از این افراد مناشه امیره که به تازگی دارید میبینید که مناشه امیر که ملا خامنه جنایتکار رو رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت الله امام علی خامنهای ای میگفت در اظهاراتی دروغ منکر دعوت رسمی دولت اسرائیل از رضا شاه دوم میشه و میگه دعوت دو تن از دوستان ایشان بوده البته درد مناشه امیر اینه که در زمان بازدید رضاشاه دوم و شهبانو یاسمین پهلوی از اسرائیل محافظین از نزدیک شدن او به شهبانو جلوگیری کردند برای همین بود که همیشه استاد رضا احمدی تو برنامه ایران آریایی هر چند وقت یک بار در مورد این مناشه هشدار میداد قرار است که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت الله امام علی خامنه ای امروز در مقام امام جمعی تهران نماز بگذاره منوچهر ساچمچی معروف به مناشه امیر همان خمیر که در اینترنشنال این روزها بسیار فعاله یک چپیه که از سال هفت ضد پهلوی بود و با افتخار میگه که 64 ساله که در سرزمین مادری یعنی زادگاه اصلیش در اسرائیل زندگی میکنه و بیش از 55 ساله که داره مبارزه میکنه او یک چپ اسرائیلیه و خیلی ساله که با پهلوی داره مبارزه میکنه مناشه امیر در سال 1319 در خانواده آنوسی در تهران متولد شد خاندان وی از آنوسیان همدان بودند و پدر بزرگش از راه ساچمه روزگار میگذروند. پدرش یعقوب ساچمه چی در همدان متولد شد و سپس به تهران اومد و در اطراف چار سیروس ساکن شد و ابتدا به استخدام جاندارمیری و سپس افسر ارتش در رژیم پهلوی شد. باباش هم مثل خودش جاسوس بوده بیشک. پدر مناشه در ایام بازنشستگی به یعقوب نزلخار معروف بود. والدین مناشه یک نام دیگه هم برای او در نظر گرفتن که استفاده کاربردی در ایران داشته باشه اسمش رو منوچهر ساشمچی گذاشتن و منوچهر کار روزنامه نگاری رو از سن 17 سالگی در روزنامه کیهان تهران آغاز کرده و به مدت سه سال با سردبیر روزنامه همکاری داشت او به زبان فرانسه و انگلیسی و عبری و فارسی تسلط داره و با توجه به ارتباط وسیع وی با سفارت اسرائیل در دهه چهل برای تحصیل در رشته علوم سیاسی به اسرائیل مهاجرت کرد و فعالیت خودش را در رادیو اسرائیل آغاز کرد. منوچه رساچمچی در اسرائیل دوباره نام خودش را عوض کرد و نام حقیقی و خانوادگی خودش را گذاشت همان مناشه امیر وی همچنین کتاب یهود ایران اسرائیل رو به کمک دوست نزدیکش آمنون منتشر کرد. آمنون یک ایرانشناس اسرائیلی ایرانی تباره. این کتاب سال 2014 در اسرائیل به چاپ رسید. اما بیاییم ببینیم هم ردیف او در ایران کیه؟ همتا و همکیش منش امیر در حال حاضر در ایران حسین علی شریعت مداریه که از آنوسیان به نام قدرتمند جمهوری اسلامیه و گردانندگی نشریه کیهان رو در دست داره جالبه بهتون بگم منو چهره ساچمچی یا همین منو امیر که سردبیر رادیو پیام اسرائیل و مهره گلوبالیسم در اسرائیل مخالف شدید بازگشت پادشاهی به ایرانه و از مهره های اصلی و مرکزی کمپانی ایسومه و از دوستان بسیار نزدیک جورج سروس سرمایهدار مجری تبار مقیم و آمریکاست که نقش اصلی پولپاشی میان اپوزیسیون فیک در ایران رو داره این شخص به صورت مستقیم با تحول همان استمرار طلبان در رابطه نزدیک و با تاکتیک یکی به میخ یکی به نل با حکومت جمهوری اسلامی در حال مبارزه به ظاهر اما مباحثه است و اکثر اخبار جلی از طریق این شخص رسانه تحت امرش به اپوزیسیون و مردم ایران تزریق میشه ترس از بازگشت پادشاهی به ایران موجب شده که این شخص در یک مصاحبه اعلام کنه که قرارداد 25 ساله با چین نهایی شده و 400 میلیارد دلار هم به رژیم داده شد تا از این طریق از ریزش ها در بازار و بورس و دیگر ارگان ها جلوگیری کنه این افراد در حال سرمایه گذاری روی حسن خمینی هستند این هشدار جدی دوستان متاسفانه مناشه امیر از سال گذشته تا همین امروز در حال انتشار اطلاعات کاملا غلط در خصوص سفر شاهمون به اسرائیل بوده برخلاف ادعای تازه او سفر شاهمون کاملا رسمی و به دعوت و میزبانی دولت اسرائیل بود هماهنگی آن مستقیما با دفتر وزیر وقت اطلاعات اسرائیل وزیر نظر خانم وزیر انجام گرفت هیچ واسطه ایرانی یا غیر ایرانی در کار نبود اما نکته قابل توجه اینه کوچ منش امیر از شبکه شهرام شارلاتان به اینترنشنال در همین لگت پرانی به رضاشاه دوم باید تعریف بشه چرا که این سخنان تکرار خوزعبلات مهدوی آزاد در هنگام سفر شاهمون به اسرائیله و اگر یادتون باشه مهدوی آزاد هم هنگام سفر رضاشاه دوم به اسرائیل همین دیدگاه رو هی تکرار میکرد حالا چنین زبلاتی از طرف منش امیر ضمن اینکه تبانی بین این دو نفر رو نشون میده قصد این دو نفر اینه که سفر رضاشاه دوم به اسرائیل رو بی اهمیت جلوه بدن مناش امیر یک چپه چپی که هیچ وقت نمیفهمه تمایلات ایرانگرایانه نداره و بیشتر منافع شخصی و آنوسیا یا یک شیاط که در حال فریبکاریه رفتن او به اینترنشنال نیز در تعاملات با چهره کسیفی چون پوری زراعتی و تبانی امثال مهدوی آزاد بود دعوت از شاهزاده رضا پهلوی برای دیدار از اسرائیل یک دیدار دعوت رسمی نبود از طرف دولت نبود بلکه دو از دوستان ایشون که مقیم اسرائیل هستن این دعوت رو به عهده گرفتن و خانم گیل گ... گیلا گملیل که یک وزیر جز اسرائیل بود وزیر اطلاع رسانی بود و الان هم پستش رو عوض کرده سربرسته این دیدار رو به عهده گرفت انتخاب که چه کسی در آینده رهبر ایران این مصاحبه من و که منتشر شد بسیاری از پهلوی ستیزان مخصوصا اونا که نام روزنامه نگار رو هم یدک میکشن این مصاحبه رو بازنش کردن اگر برای شما هم سآله که این دوست بسیار با نفوز رزشای دوم کیه که اگر کسی رو به اسرائیل دعوت کنه هم میبردش بازدید از دیوار ندبه و موزه هولوکاست و هم میبره با رئیس جمهور و نخست وزیر دیدار میکنه و این آقای امیر نام این دوست با نفوذ رو نمیگه توجه شما رو به ادامه ویدیو جلب میکنم منوشه امیر عمدن اشتباه کرد گیلا وزیر اطلاعات اسرائیل بود و نه اطلاع رسانی وزارت خانه ای که بر فعالیت سازمان های اطلاعاتی اسرائیل موساد و شاباک در هماهنگی مستقیم با نخست وزیر نظارت میکرد این موضوع رو هر به اصطلاح روزنامه که از بعد از مصاحبه جناب امیر از حول حلیم دردی گفتاده با یک جستجوی کوتاه در اینترنت میتونست بفهمه رضا شاه دوم هم به دعوت و با میزبانی گیلا به اسرائیل رفت و نه دعوت دو نفر از دوستانش مورد بعدی اینه که هر روزنامه نگاری که بدون حتی یک جستجو درباره وزارت اطلاعات اسرائیل و شخص گیلا بعد از اظهارات امیر در حال جفنگویه نشان داده که نباید از حالا به بعد ما ذره به کار به اصطلاح روزنامه نگاری اینا توجه کنیم اما نکته قابل توجه اینه که ای کاش امیر به جای دروغ پردازی درباره سفر پادشاهمون توضیح میداد که چرا قبل از فدنه 57 و صدای اسرائیل مانند رادیو بی بی سی در خدمت خمینی بود و تمام اطلاعیه های تظاهرات ضد حکومتی و پیام های خمینی ملعون رو در قالب خبر منتشر می کرد. ما بعضی داریم که بچه, های مسلمان آمدن توی عرصه رسانه متاد چون مبانیشون مبانی ندارن همینطوری رو هوا بعد چند سال هیچ تبدیل شده به یکی از عوامل اجرایی همون گفتار و گفتمان لطفا برای حمایت از کانال خودتون ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید میدونید که تنها حامی کانال خبرچین شما مخاطبین گرامی هستید و تشکر ویژه از دوستانی که با سوپر تانگز از کانال خودشون حمایت مالی کردن علی رزا و آزادی مرسی که هستین تمام دست اینا همه از همه بیشتر تو جیب حکومت تو همین سی چل سال بوده و هست منو چهر ساچمچی همیشه با محسن سازگارا بنیانگذار سپا و علی رزا نوریزاده فلسطین لیز همیشه برنامه دارن اما خوشبختانه بالاخره نقاب کنار رفت و مشخص شد که پهلوی ستیزه و در کیهان همکار نوریزاده و تاهری بوده جالبه بهتون بگم که مناشه اینقدر دروغ گفت که بودجه رادیویش رو قطع کردند و جالبتر از همه اینه که سازگارا در کمال وقاحت اومده از بازنده روسیه سیاسی و تاریخی میگه این محسن سازگارا در تازه ترین اظهار نظرش میگه که بازنده سیاسی حمله نظامی اسرائیل بخشی از اپوزیسیون هستند که فکر میکردن اسرائیل میره ایران رو شخ میزنه و اینا میرن روی تخت قدرت میشینن این حرفا دوستن؟ همان حرفهای پروپاگاندای رژیم و مزدوران صادراتی خارج نشینه که بارها نیروی پادشاهی خواه را تنها به صرف دیدار رضاشاه دوم از اسرائیل متهم میکردند امثال سازگارا خودشون میدونن که دارن حقایق رو پنهان میکنن اما باید بهشون گفت که بازنده سیاسی و بالاتر از روسیه تاریخ اون نسل انقلابی 57 که دل به ابراهیم یزدی و یاسر عرفات بس مثل خود تو امثال نوریزاده. زاده شماها هزار تا چهره دارین یک روز پشت سر خمینی سینه میزنین یک روز پشت سر تجزیه طلبان و روز دیگه لاس زدن با اصلاح طلبان رو تجربه میکنین و روز دیگه با محافل بیگانه هر کسی هم که شایسته نام بردن از بازنده سیاسی باشه دست کم امثال سازگارا و رفیق پنجشنبه هاش نیست اینها یک ته حالا فکر کردن آقای نتانیاهو میشه مسیح موعود میره ایران رو سرنگون میکنه و ایران میگیره فلان رو میبرن میدارن رو تخت شاهی اون بالا و تموم دیگه گرفتن همه رو دیگه کشور ایران آی رفت بزرگتر از این حرف که ارتش اسرائیل که سهله ارتش امریکا هم بره حمله کنه به بتونه بر این کشور رو نگه داره شاخه های اجتماعی ریشه های اجتماعی گروه های مختلف دایورسیتی فرهنگی قومی و گروه های مختلف ما بزرگتر از این حرف هستن که فکر کنید که یه احتش بیگانه میتونه بیاد بگیره اداره کنه یه پاپه تا هر بزارم بذارم بالا حتما سایده هم میفهمن و میدونن قابل انجام نشد این نطخ تبلیغات آقای نتانیاهو یه درو جان کلام به این بخش از پروپاگانده ضد پهلوی که مدفوع الله خامنه ای در وراجی مای پیش خودش با عنوان هشدار درباره بازگشت خاندان پهلوی به زبان آورد لطفا دقت ویژه داشته باشید کافیه که فقط در فضای مجازی دقت کنید و ببینید چه کسانی دارن دستور خامنه ای رو روی چشماشون میذارن و حجوم رو آغاز کردن در صف اول اصلاحات چیا و اوباش خاتمی و میرحسین و حسن خمینی رو میبینید پاینده ایران جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.